گوشفنگ گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. سلام، به یک گوشفنگ دیگه از شبکه تلویزیونی AMG خوش آمدید. در این برنامه به موضوع دوستیابی کودکان مهاجر خواهیم پرداخت. حامی مالی این برنامه شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا است. مهاجرت پروسه‌ای بسیار استرس‌آوره، خصوصاً برای کودکان. رفتن به شهر، محیط و مدرسه جدید کار راحتی برای کودک مهاجر نیست. او مجبور شده از تمام دلبستگی‌ها و آشنایان قبلی خودش دل بکنه و به محیط جدیدی وارد بشه که شما برای اون انتخاب کردید. با این حال، با کمی آمادگی میتونید به دوستیابی کودک مهاجر خودتون کمک کنید و او سریع‌تر در محیط احساس راحتی کنه. زمانی که به عنوان خانواده مهاجرت میکنید، یکی از بزرگترین نگرانی هایتان کمک به سازگاری کودک با شرایط جدید و احساس شادی او در کشور مقصده. فرقی نمی کنه فرزند شما چند ساله باشه، او خانواده، دوستان و امنیت خودش رو در وطن جا گذاشته. بنابراین یافتن یک شبکه حمایتی جدید برای کودک شما لازمه. در این برنامه به راهکارهای دوستیابی برای کودک مهاجر خواهیم پرداخت. به کودک خود در شناخت خیشتن کمک کنید. شخصیت هر کودکی منحصر به فرده. برخی از اونها تعاملات اجتماعی رو ترجیح میدند، در حالی که برخی دیگه دوست دارند در خانه بمانند. از کودکتان بپرسید دوستی در گروه های بزرگ را ترجیح میدهد یا دوستی های دو نفره. دوست دارد در محوطه بزرگ به توپ ضربه بزند یا در خانه بماند و با پازل و کتاب‌های نقاشی سرگرم باشد. مایل است دوستی از مدرسه داشته باشد یا کسی که پس از مدرسه با او وقت بگذراند. او را وادار نکنید کسی باشد که نیست. اگر به یک نوع روش دوستی علاقه دارد، مهم نیست. این لذت بردن از همراهی دیگران است که اهمیت دارد و نه شکل آن. شناخت خیشتن به فرزندتان کمک می کند که دوستی را انتخاب کند که واقعاً با شرایط روحی او هماهنگی دارد و هر دو از بودن در کنار یکدیگر لذت می برند. قبل از مهاجرت تحقیق کنید. در عصر شبکه‌های اجتماعی تقریباً هر مقصدی که مایل به مهاجرت به آن باشید دارای گروه‌های فعال مهاجران است. این گروه‌ها می توانند منبع خوبی برای کسب اطلاعات باشند. پیش از رسیدن به مقصد می توانید در این گروه ها عضو شوید. والدین نزدیک به محل زندگی آینده خود را بیابید و حتی قبل از رسیدن به مقصد برای آشنایی بچه ها با یکدیگر برنامه ریزی کنید. این گروه ها منابع خوبی برای کسب اطلاعات در مورد محل زندگی، مدارس خوب، امکانات برای کودکان و هزاران سوال دیگری است که ممکن است داشته باشید. شرکت در کلاس. برای خردسالان و کودکان پیش دبستانی، کلاس‌های ژیمناستیک و موسیقی بهترین مکان برای دوستیابی است. شاید حتی برای والدین نیز اینطور باشد. برای کودکان بزرگتر، تیم‌های ورزشی را امتحان کنید. سعی کنید فعالیتی را انتخاب کنید که فرزندتان پیش از این در وطن انجام داده است و به آن علاقه دارد تا در شروع کلاس اعتماد به نفس لازم را داشته باشد. مکان خوبی را برای زندگی انتخاب کنید. بودجه، متراژ و فاصله تا محل کار معمولاً اولین مسائلی است که برای انتخاب محل سکونت در خارج از کشور در نظر می گیرید. اما مدرسه بچه ها را فراموش نکنید. جایی را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کنید که به مدرسه کودکان نزدیک باشد.
بدین ترتیب شانس زیادی وجود دارد که محل زندگی دوستانش در مدرسه نیز در همان منطقه باشد. این به دوستیابی کودک مهاجر شما کمک می کند و شانس تعامل با دوستان و بازی کردن را بیشتر می کند. وارد گروه های مهاجران شوید. در شهرها معمولاً انجمن‌های خانوادگی مهاجران وجود دارد. می توانید انجمن یا به اصطلاح پاتوق ایرانی ها را در شهر خود پیدا کنید و نه تنها به دوستیابی کودک مهاجر بلکه به ایجاد شبکه دوستی جدید برای خودتان کمک کنید. کودک را بیرون بفرستید. این پیشنهاد برای دوستیابی کودک مهاجر به محل زندگی شما بستگی دارد. اگر در محله امن و مناسبی زندگی می کنید، کودک را بیرون از خانه ببرید تا با دیگر کودکان آشنا شود. می توانید فرزندتان را به استخر یا زمین بازی محل زندگی خود ببرید. عقب بروید و اجازه دهید فرزندتان با دیگر کودکان آشنا شود. برای نوجوانان، رفتن به کافه ها، استخر، مجموعه های ورزشی و گیمنت ها مکان خوبی برای آشنایی با دیگران است. به شکل گیری شبکه دوستی کمک کنید. سعی کنید سایر والدین در مدرسه و دیگر فعالیت هایی که فرزندتان در آن شرکت می کند را بشناسید. همسالانش را روزی برای بازی در خانه دعوت کنید تا یکدیگر را بهتر بشناسند. اگر تولد کودکتان نزدیک است، همسالانش را دعوت کنید و جشنی برای او برگزار کنید. فرهنگ را به کودکتان بیاموزید. سخت ترین بخش دوستی فراتر رفتن از جمله سلام، میای با هم دوست بشیم هست. بعد از این جمله چه چیزی باید بگوید؟ در مورد چه چیزهایی حرف بزنند؟ اصلاً بازی‌های محبوب بچه‌های کشور مقصد شما چیست؟ چه انیمیشن‌هایی این روزها روی پرده است که همه از آن حرف می‌زنند؟ کدام شخصیت کارتونی محبوبیت دارد؟ ورزش محبوب بین کودکان چیست؟ فرزندتان را با این اطلاعات آشنا کنید و او را برای ادامه مکالمه مجهز سازید. دوستان در وطن را فراموش نکنید. از شبکه‌های اجتماعی برای تداوم ارتباط فرزندتان با دوستانش در وطن کمک بگیرید. این امر به خصوص در روزهای اول مهاجرت و در شرایطی که قصد بازگشت به وطن پس از چند سال را دارید اهمیت خواهد داشت. فشارها را بزرگ نکنید. یکی از مهمترین چیزهایی که باید در مورد دوستیابی کودک مهاجر در ذهن داشته باشید این است که تنها چیزی که کودک در این موقعیت بدان نیاز ندارد احساس فشار بیشتر از سوی شماست. مهم نیست فرزندتان در خانه چقدر اعتماد به نفس دارد. این احتمال وجود دارد که در شهر و مدرسه جدید بیشتر از قبل درونگرا و خجالتی باشد. دوستیابی را به یک مشکل برای او تبدیل نکنید و دائما در این مورد او را مؤاخذه نکنید و سوال نپرسید. در زمان خودش، بالاخره او هم جایی در بین همسالانش پیدا می کند. پس آرام باشید، خوشحال زندگی کنید و به او فرصت بدهید. و در پایان به خاطر داشته باشید مهاجرت برای همه ما سخت است، به خصوص برای کودکانی که در حال یادگیری فرهنگ، اصول و آداب و شکل دهی به شبکه دوستی هستند. تا جایی که می توانید از کودکتان حمایت کنید و نگران نباشید. بالاخره کسی را برای دوستی پیدا خواهد کرد. از اینکه تا پایان این گوشفنگ همراه ما بودید از شما ممنونیم. همچنین از شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا حامی مالی این برنامه سپاسگزاریم.
تا یک آیتم مهاجرتی دیگر از شبکه AMG خدا نگهدار.